با عرض سلام صحتمندی همتان آرزو دارم جور صحتمند باشین. درس امروز ما از حل معادلات درجه دوم به طریق تجزیه. ما شما دو رقم معادلات داریم، یکی که ضریب x مربع یک باشه، یکی که ضریب x مربع عدد دیگه باشه. ما ابتدا دو سوال کار میکنم که ضریب x مربع یک باشه. خب وقتی که ضریب x مربع یک بود، حد سی تان اصحی کنیم، حد سی مثبت چند است؟ مثبت 6. عاملای که زرد بزنی مثبت 6 بتک کدام هستن؟ اگر منفی 2 ضرب منفی 3 شد، منفی ضرب منفی مثبت 2 3 6. اگر منفی 1 ضرب در مثبت منفی 6 هم که شود مثبت 6 میده، منفی ضرب منفی مثبت 1 6 6. مثبت 2 و مثبت 3 هم که ضرب شود مثبت 6 میده، مثبت ضرب مثبت مثبت 2 3 6. و مثبت 1 و مثبت 6 هم که ضرب شود مثبت 6 میده. حاصل کدامش یک جای شود منفی 7 میده. منفی 2 منفی 3 این میشه منفی 5، حاصلش این میشه منفی 1 و منفی 6 منفی 7. مثبت 2 مثبت 3 مثبت 5، مثبت 1 و مثبت 6 مثبت 7. البته ضربش بدیم کیره بده، جمعش میکنیم کیره بده. پس عددی که منفی 7 بده عبارت از اینیست، یکیش منفی 1 است دیگهش منفی 6. حالا اینی رقم دو دانه قوس میگیریم مسیح میشه 0. به خاطر که x مربع است، x ضرب x x مربع میشه. او دو عدده که ضرب بزنین مثبت 6 یک جایش کنین منفی 7 بتن منفی 1 و منفی 6 است، منفی 1 و منفی 6. حالا دو قوس زمان مسیح به 0 میشه که یا این قوس صفر شود یا این قوس صفر شود یا هر دویش صفر شود. اگه این صفر شود هر چی که شود صفر ضرب عدد صفر میشه. اگه این هم صفر شود این عددی که شود صفر ضرب عدد صفر میشه. و یا هر دویش صفر میباشه که صفر ضرب صفر صفر بوده. بنان امیجا x منفی 1 این قوسش جدا مسیح به صفر میگیری و x منفی 6 جدا مسیح به صفر میگیری. هر دو بینمای درجه 1 تا قیمتایش پیدا بکنین، x مسیح به منفی 1 این طرف را مثبت 1 میشه، اینمی جذر اول معادله است. و x مسیح به منفی 6 این طرف را مثبت 6 میشه، اینه یا جذر دوم معادله است. آیا سوال خود درست حل کردیم یا نه؟ هر دو سوال ها را اگر در معادله وضع بکنین هر دو طرف مساوات یک چیز میشه. x مربع منفی 7 x جمع 6 مسیح به 0. x مربع را اگر یک بگیریم، اینه x اگر یک بگیریم، یک مربع منفی 7 ضرب 1 جمع 6، یک مربع یک میشه منفی 7 ضرب 1 منفی 7 جمع 6 میشه، مثبت 1 و مثبت 6 مثبت 7 میشه، منفی 7 هم خود سوال داره مثبت 7 و منفی 7 0 0 مساوی به 0 شد. اینا اگر x 6 هم قیمت بدین بازم سعی کنین 6 مربع منفی 7 ضرب 6 جمع 6 مساوی میشه به 0. 6 مربع 36 منفی 6 7 42 جمع 6 مسیح میشه و 0. آلینی 6 36 42 میشه منفی 42 مسیح و 0. 42 منفی 42 0 مسیح و 0 شد. پس این یک قیمتش یک و قیمت دومش هم x مسیح و 6 که در خود معادلان بازه کردیم از دوش جواب داد. سوال دوم است x مربع منفی 2 x منفی 15 مسیح و 0. عدد منفی 15 را گوشه میکنین،
عوامل که ضرب بزنین منفی 15 رو بتا پیدا میکنین. اول منفی 1 اگر ضرب مثبت 15 شود منفی 15 رو میدن، اگر مثبت 1 ضرب منفی 15 شود منفی 15 رو میدن، مثبت 3 ضرب منفی 5 که ضرب شود منفی 15 رو میدن، منفی 3 ضرب مثبت 5 که ضرب شود منفی 15 رو میدن. کدام دو عامل یک جای کنیم منفی 2 را میده؟ مثبت 3 و منفی 5 اگر جمع شوند نه ضرب شوند منفی 15 را میدن، که جمع شوند منفی 2 را میده. بنان این تو دو دانه قوس میگیرین در حالت ضرب مساوی میشه و صفر، x ضرب x x مربع میشه و دو عدد مثبت 3 و منفی 5 است، اینا مثبت 3 و منفی 5. حالا هر قوس جدا جدا مساوی به صفر قرار میدین، x مثبت 3 علایده مساوی به صفر و x منفی 5 هم علایده مساوی به صفر. x مساوی است با مثبت 3 این طرف را منفی 3 میشه، این جذر اول معادل است، و x مساوی است با منفی 5 اون طرف را مثبت 5 میشه یا جذر دوم معادل. سوال سوم است. در سوال سوم سعی کنیم که x مربع ضریبش 1 نیست، دیگر است. بنابراین بخاطر ارزی که شما بخواین امیر معادله را تجزیه بکنین چه قسم کنین؟ باید بیره به تکوین مربع تبدیل بکنین. امیر خودم این معادله تا مساوی به یک عرف بگیر به عوض صفر، اناله به عوض صفر من هم از این معادله را A میمانم، مساوی است با 2x مربع منفی 5x منفی 3. A مساوی با این طرف معادله. بعد از او ضریب x مربع را سعی میکنم چند است؟ 2. کلی نمی معادله ما را ضرب 2 میکنیم. 2 ضرب A 2A مساوی است با 2 4 x مربع منفی 2 5 10 x منفی 2 3 6. آله اینی 2 a خودش مساوی است با اینی 4 x مربع را نشته کرده میتونی 2 x کل مربع، 2 مربعش 4 x مربعش x مربع منفی 10 x هم 2 x جور کرده میتونی 5 ضرب 2 x 5 دو 10 x میشه منفی 6 خودش. آله سعی کنیم اینی ضریب را سعی کنیم منفی 6 است، نه اینی منفی 6 هم میرم تجزیه میکنم عاملای ضریبیش را پیدا میکنم که ضرب کنم منفی 6 بده جمعش کنم منفی 5 بده. او عبارت از کدام دو عدد است؟ منفی 2 و مثبت 3. آیا ای است یا مثبت 3 و منفی ببخشید منفی 3 و مثبت 2 است حاصل عزیز، یا کدام عدد دیگه است؟ وقتی که سعی کنیم که دو عدد را که ضرب بزنیمش منفی 6 بده و یک جایش کنیم منفی 5 بده، او عبارت از مثبت 1 و منفی 6. مثبت ضرب منفی، منفی 1 6 6 و حاصل مثبت 1 و منفی 6 چند میشه؟ منفی 5. اینا عددها را پیدا کردیم، مثبت 1 و منفی 6 است که ضربش کنیم منفی 6 میده، اگر یک جایش کنی منفی 5 میتر. آله 2a مساوی است با این تو دو دانه قوس میگیریم، اینجا 2x هست، اینا 2x دیشان 2x که 2x ضرب 2x 4x مربع شد، او دو عدد مثبت 1 و منفی 6 هست، اینا مثبت 1 و منفی 6. حالا پس اطراف تقسیم دو کنین،
وقتی که تقسیم دو کنین ایج دو خلاص میشه، صورت مکمل دو اکس جمع یک خودش از اینجا یک دور مشترک ما میگیرم، ایجا اکس منفی از شش که دویشه بگیری سه، بعد این طرف هم تقسیم دو میشه، آل دو به دو خلاص. یا ایرام صفر گرفتیم اینا ای مسریس با دو اکس جمع یک و قوس دیگهش اکس منفی سیست که ایرام مسریس با صفر از دیگه، آل دو اکس جمع یک ضرب در اکس منفی سی را مسیح و صفر میگریم با تجزیه شده، دو اکس جمع یکش علایده مسیح و صفر و اکس منفی سیش هم علایده مسیح و صفر. آله دو اکس خودش مسیح و مثبت یک اون طرف را منفی یک بشه، اطراف تقسیم دو میکنیم، دو به دو خلاص، اکس مسیح و منفی یک بر دو، منفی یک بر دو اجاز را اول مدل است و اکس مسیس و منفی سه که طرف را مثبت سه میشه یا جذر دوم مدله. اگر شما می قیمت ها را پس در خود مدل عوض بکنین صفر مسیس و صفر میشه. به می ترتیب سوال چارمی است، سه اکس مربع جمع سیزده اکس منفی ده مسیس و صفر. به خاطر از اینکه چون ضریب اکس مربع یک نیست دیگه عدد است، بناهن امیر مسیح با ای بگیریم، ای مسیح با سه اکس مربع جمع سیزده اکس منفی ده، بعد از او اکس مربع را سعی کنیم ضریبش سیز کل معادله تان از ضرب سه کنیم، سه ضرب ای سه ای مسیح با سه سه نو اکس مربع جمع سه سیزده سی و نو اکس منفی سی ده سی. آله چی میکنم؟ سی ای مربع را خودش میگیریم مسیز با این نو اکس مربع را نشته میکنیم سی اکس کل مربع، با تعقیبش از اینی سی و نو اکس هم سی اکس جور کو. چی رنگ جور میکنم؟ خب سی اکس در داخل قوس باشه سه سیزده سی و نو می شد، بنان سه اکس در داخل ماندم منفی سی. آله ایره به این شکل که تبدیل کردین سعی کنین اینی منفی سی را برین تجزیه کنین، منفی سی را با دو عامل که ضرب بزنیم منفی سی را بتا، اگر یک جایش کنیم مثبت سیزده را بتا. ای عبارت از مثبت دو و منفی پانزده است، مثبت در منفی منفی دو پانزده سی، و اگر یک جایش کنیم این میشه منفی سیزده. اگر اده باشه که منفی دو و مثبت پانزده یا حاصلش منفی سی میشه، لیکن حاصل از این مثبت سیزده میشه، این است مثبت سیزده، بنابراین این دومش است. چه قسم نشته میکنیم؟ آله سه ای خودش مساییست با ایری را ما این رقم جورش میکنم، نشته میکنم سه اکس ضرب در سه اکس و منفی دو و مثبت پانزده را میارم یک شده اینجا نشته میکنم، یکیشام دین اینجا نشته میکنم، از اینجا سه جدا کرده میتونم مشتان باشه. حالا چی میکنم؟ سه ای خودش مساییست و از اینجا یک سه جدا میکنم، این قوس خودش هم میدارم سه اکس منفی دو، از اینجا یک سه جدا کردیم، این میشه اکس جمع از پانزده که سهش جدا کنی پنج میشه، که پس سه ضرب اکس سه اکس شده و سه پنج من پانزده رو ده. حالا اطراف تقسیم سه میکنیم، اینجا سه به سه خلاص میشه، ای میمونه ای طرف هم سه و سه خلاص میشه، ای دو قوس میمونه سه اکس منفی دو ضرب در اکس جمع پنج، اینا تجزیهش کردیم سه اکس منفی دو ضرب در اکس جمع پنج مساوی میشه با صفر، هر قوس جدا جدا مساوی به صفر قرار میدیم، سه اکس منفی دو علایده مساوی به صفر و اکس جمع پنج هم علایده مساوی به صفر. آله سه اکس خودش منفی دوی طرفه
مثبت دو میشه، اطراف تقسیم سه میشه، x مساویس به دوی در سه ای جذر اول معادله و x مساوی به مثبت پنج و طرف را منفی پنج میشه یا جذر دو معادله. که اگر این دو قیمت در خود معادله وضع بکنیم صفر مساوی به صفر میشه. ای بود سوالات تمرینش کارخانگیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند می سپارم. خدا یار نگهدارتان.